فرض کن که شما اومدی توی اتوکد یه پنجره کرو رو اینجا ترسیم کردی و بعد از اون که ترسیم کردی میخوای بیای اون رو لایه بندی کنی مثلا این خطی رو که من انتخاب کردم به دلیل اینکه نماد پنجره ماس رو میام توی لایه مربوط به وین قرار میدم که هم زخامتش و هم رنگش و ویژگی های دیگرش بر اساس خطوط نمایی ما باشه و قرار بیاد این دو تا دونه خطی که دو طرف هم وجود داره این دو تا هم دا داخل لایه مربوط به وین قرار بگیره اما به دلیل پیوسته بودن این خطوط امکانش نیست راه علاجش چیه؟ راه علاجش خیلی ساده است اگه من بیام یه آفست مثلا 10 سانتیمتری ازش بگیرم و یه دونه بندازم این ور و یه دونه بندازم اینور الان دو تا خط نمایی رو من دارم اما این خط هم با زخامت خودش زیر خط اصلی من قرار داره در صورتی که من باید اول این دو تا خط رو تریم می کردم که نکردم و بعد آفست میگرفتم به عمد این کارو نکردم بهت میگم چرا ببین الان اگر که من بیام با استفاده کردن از فرض کن فرمان ریز این سه تا دونه خطی رو که الان اینجا گذاشتم و ریز کنم این دو تا خط رو با گرفتن کلید شیفت برمیگردونم و بقیه رو ریز میکنم زمانی که من ریزش کردم بی وسیله یه فرمان تریم یا همون تی آر دو تا اینتر من بیام این خطا رو تریمشون کنم تموم شد رفت و وقتی که تریمش کردم چجوری خطا رو برگردونم یه فرمان توی اتوکد وجود داره که کار یا رو برامون انجام میده یعنی چی یعنی اگه توی اتوکد تایپ کنی اوپس میاد آخرین اریز شما رو براتون برمیگردونه تموم شد رفت